روز گذشته در مراسم افتتاح پالایشگاهی با حضور محمود احمدی نژاد در شهر آبادان انفجاری روی داد که باعث کشته و زخمی شدن شماری از کارگران شد پیش از این برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به خطر افتتاح این مرکز تولید بنزین پیش از اتمام مراحل ساخت آن هشدار داده بودند این حادثه بلافاصله از سوی رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز برخی منابع مخالف دولت به دلیل آنچه که از آن بیتوجهی به هشدارها و عدم پذیرش مسئولیت از سوی دولت ذکر شده مورد انتقاد شدید و پیگیری قرار گرفته است. این حادثه حادثه مهمی نبود و متاسفانه یک حادثه فوتی داشتیم بقیه حادثی ددگان جراحت مختصری برداشتن که بعضن سرپایی مرخص شدن این اولین بار نیست که دولت محمود احمدی نژاد پروژه ای را پیش از اتمام آن افتتاح می کند اما این بار بنا به دلایل مختلف و خصوصا پس از علنی شدن اختلافات بین دولت و رهبری این حادثه از سوی مخالفین دولت و محافظه کاران نزدیک به آیت الله خامنه ای به شکل جدی دنبال می شود روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سهشنبه چهارم خرداد ماه با انتشار مطلبی به نقل از احمد جنتی دبیر کل شورای نگهبان نوشته است جریان به گفته این روزنامه انحرافی ریشه در دوران سازندگی دارد آقای جنتی ضمن مقایسه جریان موسوم به انحرافی با جریانهای فراماسونری هشدار داده است که جریان انحرافی با پولهای نامشروع میخواهد مجلس را قبضه کند روزنامه جوان در همین روز در وبسایت اینترنتی خود جوان آنلاین مطلب دیگری را منتشر و جریان انحرافی را متهم به اعتلاف و به گفته او نگران می کند. جوان آنلاین با اشاره به یکی از مطالب منتشر شده در وبسایت جرس پایگاه خبری منتسب به جنبش سبز تصریح می کند که شباهت های فراوانی ما بین جریان منتسب به اسفندیار رحیم مشایی و جنبش سبز وجود دارد. با وجود شدت گرفتن حمله ها در روزهای اخیر ناظران به سکوت بسیاری از چهره های جریان انحرافی در قبال اتهامات وارده اشاره دارند وبسایت محرمان نیوز یکی از وبسایت های زنجیری نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی روز گذشته ویدئویی را منتشر کرده که با شعار ظهور نزدیک است آغاز و آقای احمدی نژاد را در حال روزخانی و درازکش در یک قبر نشان می‌دهد به گفته برخی از منابع خبری مخالف دولت جریان انحرافی پیش از این اعلام کرده بود که در چهاردهم خرداد ماه امسال امام دوازدهم شیعیان از شهر مدینه ظهور خواهد کرد احمد باطبی صدای آمریکا واشنگتن